وقت ما میبینیم مثلا در طول خلافت خلفای قبل از خودشون، 35 سال قبل از خودشون، خلافت حضرت ابوبکر 2 سال اندی، حضرت عمر 10 سال اندی، 12 سال خورده حضرت عثمان، بعد 5 سال یا کمتر از 5 سال تا بعضا 4 ماه و 9 ماه و خورده حضرت علی رضی الله عنه خب بوده. خب این 35 سال قبل از خلافت خودشون حضرت علی رضی الله عنه، ما موضع گیری هایی نداشتیم که دلالت بر این میده که مخالفت بوده، عصیان کرده باشه، سرکشی کرده باشه، نافرمانی کند، نافرمانی مدنی داشته باشه یا شوری، حتی نافرمانی مدنی هم حضرت علی رضی الله عنه نداشتن، شورش نداشتن، بلکه کاملا واقف بودن به این که این حق مردم از مردم انتخاب کردن تا اون شد و او هم خود را یکی از کسان میدونسته که به عنوان تاثیرگذاران هست، صاحب رأی هست و از او به عنوان صاحب رأی نگاه میکردن، یاد میکردن، در مجالس شورا شرکت داشته، در تصمیم گیری های کلیدی و اساسی جامعه اسلامی حضرت علی رضی الله عنه مشارکت داشت. به عنوان مثال ما وقتی که در صحیح امام بخاری میخونیم که در یک جمعی که محمد ابن الحنفیه حضور داشتن که پسر حضرت علی است دیگه، درست، مادرش از قبیله بنی حنیفه است که در جنگ مسلمه که از وقتی که ادعای نبوت کرد این مادرش اسیر میشه و حضرت ابوبکر این را به حضرت علی میدن، از او این فرزند به دنیا میاد، بله، که انسان عالمی بوده، وارسته ای بوده، بله، محمد ابن الحنفی، بله، رحمت الله علیه. خب در یک مجلسی که محمد ابن الحنفی حضور داشتن میبینیم که از حضرت عثمان به حساب انتقاد میشه، بدی میگن، بعد به بدی یاد میشه، بعد حضرت محمد بن حنفی میگه نه، حق ندارد این کار انجام ندید. بله، گفتن که آیا علی این کار انجام نداد؟ گفت به هیچ عنوان، گفت هیچگاه از او انتقاد نکرده و اگر میخواست انتقاد کنه زمانی بود که گروه اومدن شکایت داشتن از، اگه شما میتونید این روایت رو بیارید، بله، چه کتابی هست؟ در صحیح امام بخاری این روایت اگه ببینیم که میگه اگه وارد کنید اغنه ها عنا، این وارد کنید در روایت امام بخاری که میگه که اگه میخواست از امیرالمومنین عثمان به بدی یاد کنه این فرصت خوبی بود، اما این کار انجام نداد. پس این دلالت بر این داره که تمام آنچه که گفته میشه از کره و کینه‌ای که در بین اینها وجود داشته همه دروغ هست، ساخته شده هست.